روز چهارشنبه 15 شوال المکرم 1445 همزمان با سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام عموی گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بیت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم شاهد برگزاری مراسم سوگواری بود. این مراسم در محل دیدارهای روزانه آیت الله العظما شیرازی و با حضور معظم الله و جمعی از علما، فضلا، طلاب علوم دینی و عموم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برپا شد. حجت الاسلام نجارزاده در این مراسم به بیان فضائل و مناقب این دو شخصیت بزرگوار پرداخت و حاضران با مرثیه سرایی و نوحه خوانی این روز را گرامی داشتند. در پایان شرکت کنندگان در این مراسم به همراه آیت الله العظما شیرازی برای تعجیل در فرج امام عصر و نجات شیعیان جهان دعا کردند. قانونگذاران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به ممنوعیت واردات و استفاده از محصولات برآمده از کار اجباری یا همان بیگاری رأی دادند. اقدامی که حامیان آن امیدوارند در جهت مسدود کردن ورود کالاهای اینچنینی از کشور چین مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر به قیمت خطر افزایش تنش با پکن تمام شود. هرچند که قانون جدید پارلمان اروپا به طور مستقیم به کشور چین اشاره نمی کند، اما بسیاری از قانونگذاران امیدوارند که از آن برای جلوگیری از واردات محصولات برآمده از کار اجباری در چین، از جمله در منطقه مسلمان نشین سینکیانگ استفاده شود. نمایندگی بخش زنان سازمان ملل در افغانستان میگوید که زنان و دختران بیشترین آسیب رویدادهای طبیعی را متحمل میشوند. این دفتر روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در ایکس نوشته است که زنان و دختران نه تنها قربانی بلایای طبیعی هستند، بلکه پاسخ دهندگان کلیدی نیز هستند. بخش زنان سازمان ملل گفته است که این نهاد در افغانستان به طور خستگی ناپذیر با شرکای خود کار می کند تا نیازهای زنان را در مرکز پاسخهای بشردوستانه قرار دهد. گفتنی است افغانستان اخیراً گواه رویدادهای مرگبار طبیعی بوده است و بارندگی شدید و سیلاب روزهای اخیر در کشور جان ده‌ها نفر را گرفتند. تنش در بنگلادش پس از کشته شدن مسلمانان در آتش سوزی معبد هندوها بالا گرفته است. تظاهر کنندگان یک بزرگ راه را با قطع درختان و با افروختن آتش در اعتراض به ضرب و شتم دو مسلمان توسط هندوها مسدود کردند. پلیس گفته بر اساس بررسی‌های اولیه دو کارگر مسلمان کشته شده بیگناه بوده و دو تن از رهبران افراطی هندو در این حادثه دخیل بودند. رهبران جامعه هندو و مسلمان بنگلادش این ضرب و شتم مرگبار را محکوم کردند و خواستار تحقیقات منصفانه شدند. بر اساس یافته های یک تحقیق منتشر شده در روز چهارشنبه 5 اردیبهشت، کمتر از 60 شرکت چند ملیتی مسئول بیش از نیمی از آلودگی پلاستیکی جهان هستند که 5 شرکت مسئول 1/4 آن هستند. به گزارش گاردین، محققان به این نتیجه رسیدند که به ازای هر درصد افزایش پلاستیک تولید شده، افزایش معادل در آلودگی پلاستیکی در محیط وجود دارد. یک تیم بین المللی از داوطلبان بیش از 1,800,000 مورد زباله پلاستیکی را در 84 کشور در طول 5 جمع‌آوری و بررسی کردند. بر اساس این تحقیق، عمده زباله‌های جمع‌آوری شده بسته‌بندی‌های یک بار مصرف برای مواد غذایی، نوشیدنی و محصولات تنباکو بود.